روند افزایش جمعیت زیر خط یک ابعاد نگران کننده افزایشی است، به طوری که در سال 1390 از کل جمعیت 19.4% زیر خط فقر بودند، در سال 1400 از 30% عبور کرده. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه تقریبا از هر ایرانی، از هر سه ایرانی یکیشون زیر خط فقره، یعنی برای بقا مشکل داره. آنچه رو که زدنی بوده تو این سه دهه زدند، به زیر خط فقر افتادند. خب نکته دوم که این مسئله رو نگران کننده تر میکنه اینه که میگه در این دهه هر چقدر که به سالهای پایانیش نزدیک میشیم، به موازات این که بر گستره فقر افزوده میشه، بر عمق و شدتش هم افزوده میشه. اینو با چی نشون دادن؟ با شاخص شکاف فقر. منظور از شکاف فقر چیه؟ منظور از شکاف فقر فاصله بین درآمد فقرا با خط فقره. که میگه این داره هی زیادتر میشه، یعنی دارن نابود میشند. اگه بخوایم یه خورده شفافتر صحبت بکنیم، خب شما میدونید که معمولا گزارش هایی که دستگاه های رسمی مثل مرکز پژوهش های مجلس یا مرکز آمار یا بانک مرکزی هست، اینا خیلی سعی میکنند که محافظه کارانه و خوشبینانه و امیدوار کننده بنویسن، رو ولی امید رو با دروغگویی نمیشه حفظ کرد، باید راستگویی پیشه کنند، اعتماد جلب کنند تا امید برقرار بشه. در هر حال بحث بر سر اینه که توی این گزارش میگه که شکاف فقرم داره خیلی ابعاد نگران کننده پیدا میکنه به طور مشخص از 1397. حالا اونایی که باید بفهمند که کدوم خطاهای سیاستی فاجعه سازتره از این علائم میفهمند، و اگر خداوند بهشون توفیق نداد شما دوباره ما رو خبر کنید براشون با جزئیات توضیح بدیم. نکته سوم که به بحث شما برمیگرده اینه، میگه ما با یک روند نگران کننده بی سابقه در دهه‌های گذشته در زمینه کاهش فاصله غیر فقرا از خط فقر روبرو هستیم. یعنی چی؟ یعنی متوسط ها هم آرام آرام اومدن یا مماس شدن به خط فقر یا افتادن به زیر خط فقر.